سلام میخوام راجع به پلتفرما صحبت بکنیم کلمه ای که تا الان حتما به گوشتون خورده اما من خیلی از جاها میبینم که اشتباه داره استفاده میشه توی این ویدیو میخوام خیلی ساده راجع به مفهوم پلتفرم انواع پلتفرما تفاوتی که با سیستم عامل داره و یک سری کلمه ها مثل مولتی پلتفرم و کراس پلتفرم صحبت بکنم اگر شما هم اسم پلتفرم شنیدید اما دقیقا نمیدونید چیه بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشین و قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلیمون اگر دارید این ویدیو رو تو یوتیوب و آپارات میبینید لطفا چنل ما رو سابسکرایب کنید هر هفته براتون ویدیوهای جدیدتر آپلود میکنیم و کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هم هست میتونید از اونها استفاده بکنیم پست های متفاوتی تو آلبوم های دیگه غیر از ویدیو اونجا آپلود میشه خب بریم ببینیم که این پلتفرم اصلا چی هست کلمه پلتفرم به زبان فارسی میشه سکو یعنی فرض کنید مثلا یک مکعب مربع من دارم این سکوه میتونم استفاده مختلف ازش بکنم میتونم مثلا برای نشستن برای فروختن محصول حتی بعضی جا از این مکعب میبرم برای مدال آدم ورزشکارا سکو قهرمانی استفاده میکنن این مفهوم رو داشته باشین حالا بیایم وارد دنیای برنامه نویسی و نرم افزارا بشیم توی دنیای نرم افزار ما سه تا مفهوم اصلی داریم یکی سافت یا نرم افزار یکی پلتفرم یا سکو که میخوایم توی این ویدیو راجع به صحبت بکنیم و یک چیز دیگه به اسم اینفراستراکچر یا زیرساخت اگر بخوام طبقه بندی اینا رو بگم این ستا به این شکل زیر قرار میگن یعنی زیرترین لایه اینفراستراکچر یا زیر ساخته روش پلتفرم تشکیل میشه و پلتفرم به نرم افزار رو اجازه میده که به وجود بیان پس هر نرم افزار توی دنیای برنامه‌نویسی یک سکو یا یک پلتفرم داره و هر پلتفرم یک سری ویژگی ها یک سری قوانین یک سری محدودیت ها داره برای خودش که اون ویژگی ها و قوانین مشخص میکنن چه نرم افزار و سخت افزاری باید برای اون پلتفرم تولید بشه حالا با توجه به این ویژگی هایی که گفتم بیایم پلتفرم این مقدار خودمونی تر توضیح بدیم توی دنیای نرم افزار خیلی ساده به هر چیزی به هر مجموعه از سیستم ها که به شما اجازه میده نرم افزار خودتون رو بسازین، کسب و کار خودتون رو اندازه کنین و درآمد خودتون رو داشته باشین، بهش میگیم پلتفرم. حالا با توجه به این تعریف خیلی چیزا هستن که ما باشون سر میزنیم و میتونیم به عنوان یک پلتفرم تعریفشون بکنیم. پس نرم افزار اون چیزیه که ما ازش استفاده میکنیم، یک خدمت، یک محصول رو به ما ارائه میده. مثل نرم افزار آفیس، مثل بقیه نرم که تا الان باهاشون سر کله زدیم روی گوشی موبایل، روی هر چیزی که داره کار میکنه برای ما. و پلتفرم اون سکویه که باعث شده این نرم افزار بتونه ساخته بشه حالا برای اینکه دقیق تر متوجه بشیم بریم با همدیگه ببینیم چند انواعی از پلتفرم وجود دارن و اون موقع متوجه میشیم که پلتفرم دقیقا چی هست پلتفرم ها انواع مختلفی دارن اما یک مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار هستند که به شما اجازه میدن یک کاری انجام بدین و این مجموعه در کنار هم دیگه میتونه کار بکنه و همونطور که گفتم قوانین محدودیت های خودش رو داره یه سری از پلتفرم ها سخت یعنی چی یعنی یک مجموعه از مدارها مثل CPU، گرافیک رم که کنار هم قرار میگیرن شما میتونید براش سیستم عامل بنویسی میتونید نرم افزاری بنویسی که مستقیم روش اجرا بشه پس اون یک پلتفرمه به شما اجازه داد نرم افزار خودتون و کسب و کار خودتون رو اندازی بکنید یه سری دیگه از پلتفرم‌ها نرم یعنی یک سری نرم افزار ها وجود دارن که به شما اجازه میدن همه اون کارهایی که گفتم بکنید مثل چی مثل وب بروزرها یعنی مرورگرهای اینترنت مثل گوگل کروم مثل موزلا، فایرفاکس با استفاده از این مرورگرات که شما میتونید وبسایت‌های مختلفی برای کسب و کار خودتون بسازین و در حقیقت یک کسب و کاری که مبتنی بر وب رو بیان راه اندازی بکنیم مثل سوشال مدیا ها مثل شبکه های اجتماعی که به شما اجازه میدن یک پیج برای خودتون بسازین کسب و درآمد کنید و بیزنس بسازین و یعنی کاربر میاد از اون چیزی که شما ارائه دادین استفاده میکنه مستقیم با خود زیر ساخت اینستاگرام یا اون سوشال مدیا یا تلگرام هر چیزی که هست درگیر نمیشه به اینا میگن پلتفرم یک لایه قبل از نرم افزارن. یه سری از پلتفرم‌ها ترکیب سخت افزار و نرم گوشی‌های هوشمند یه سری گوشی‌ها داریم که اندرویدن یعنی یک سری سخت افزار هستن که سیستامل اندروید رو اجرا می‌کنن ترکیب سخت افزار و نرم افزار گوشی‌های آیفون رو در نظر بگیرین سخت افزار و نرم انحصاریه یعنی فقط یک سری سخت افزار به اسم موبایل آیفون که می‌تونه سیستامل iOS رو اجرا بکنه ترکیب سخت افزار و نرم افزار همینطور می‌تونین لپتاپ‌ها رو در نظر بگیرین که میتونن سیستم عامل‌های مختلفی داشته باشن ویندوز مکینتاش لینوکس و توزیع های مختلفی که ازش وجود داره که هر کدوم میتونن به عنوان یک پلتفرم در نظر گرفته بشن که شما میتونید نرم افزار خودتون رو روی این پلتفرم توسعه بدید حتی یک سری از وسیله های دیگه مثل کنسول های بازی به عنوان پلتفرم شناخته میشن و یک سری نرم افزارها و بازی اختصاصی برای هر کدوم بیرون میاد بعضیش نمیتونن روی چند تا اجرا بشن که راجبش آخر ویدیو صحبت میکنیم پس متوجه شدین که یک تعریف کلی داریم چیزی که به شما اجازه بده کسب و کار و نرم افزار خودتون رو توسعه بدی میشه پلتفرم حالا حوزه مختلفی داره سخت افزار نرم افزار یا ترکیب این دوتا این یک تعریف کلی از پلتفرم رو که شما با هر چیزی تطبیقش بدین و توی این شرایط سز بکنه بهش میتونید بگیم پلتفرم و این مدل سیستم ها با سافتور یا با نرم افزار نهایی تفاوت دارن یک لایه قبل از نرم افزار هستن این خیلی ساده میشه پلتفرم توی دنیای نرم افزار توی وبسایت های مختلف که برین خیلی از جا میشتیم که سیستم عامل و پلتفرم دقیقا یکی هستن توی دنیای برنامه‌نویسی اما با توجه به چیزی که تا الان بررسی کردیم شما میدونید که این شکلی نیست ببینید درسته که سیستم عامل به شما اجازه میده که نرم افزارهای مختلف رو بنویسیم. مثلا شما میتونید برای اندروید برنامه بنویسید برای آی اس برای ویندوز بنویسید و هر کدوم از اینا میتونه روی سیستم عامل خاص خودش اجرا بشه پس سیستم عامل یک پلتفرمه درسته اما پلتفرم و سیستم عامل دقیقا یکی نیستن پلتفرم یک مجموعه گسترده تریه که سخت افزار و نرم افزار رو با همدیگه شامل میشه و هر کدوم میتونن پلتفرم جدایی باشن حتی شما میتونید بدون استفاده از سیسامل برای بعضی از سخت نرمافزار نرم افزار بنویسید و روی اونها اجرا بکنید. پس درسته که سیسامل یک پلتفرم به حساب میاد، اما پلتفرم خیلی گسترده تر از سیسامل هاست و نباید این دوتا رو دقیقا شبیه همدیگه در نظر بگیرید. این تفاوتی بود که داشتم و من خواستم راجع صحبت بکنم چون خیلی سوال شده بود. توی دنیای پلتفرم ها معمولا به یک سری کلمه برخورد میکنیم مثل کراس پلتفرم این کراس پلتفرم یعنی یک سری نرم افزاره که میتونن بدون توجه به پلتفرم روی همه پلتفرم ها یا روی چند تا از پلتفرم ها اجرا بشن مثل زبان جاوا زبان جاوا مستقل از پلتفرم و میتونه روی هر ماشین یا روی هر دستگاه یا روی هر پلتفرمی اجرا بشه حالا به صورت کلی گفتم شاید استثنا وجود داشته باشه اما بدونین که کراس پلتفرم یا همون مولتی یا پلتفرم ایندیپندنس یعنی مستقل از پلتفرم معنی یکسانی دارن و منظورش نرم که میتونن روی چند تا سیستم عامل یا روی چند تا پلتفرم اجرا بشن مثل نرم که شما میتونید با استفاده از ابزارهای خاصی اونا رو بنویسین و روی دو تا سیستم عامل مثل iOS و اندروید اجرا بشه به اینا میگن کراس پلتفرم یا مولتی پلتفرم و تعریف کلیش همین خب من توی این ویدیو راجع به مبانی پایه‌ای پلتفرم و اون تعریف سادهش صحبت کردم که شما خودتون بتونید پلتفرم‌ها و نرم افزار رو اصلا تشخیص بدین. اگر هر جای نیاز به توضیح بیشتر داره یا هنوز سوالی تو ذهنتون وجود داره حتما بپرسیم ما به سرعت بهش پاسخ میدیم. یه بار دیگه میگم کانال یوتیوب و آپارات ما رو دنبال کنین. پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم هست میتونید اونها رو هم دنبال بکنین. پستای غیر از ویدیوها اونجا قرار میدیم و خیلی ممنون که تا اینجا نگاه کردین. خدا